رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، من قبلا هم با شما تماس گرفته بودم، الان یه مقداری هیجان زدم و اون دفعه نشد که ما با هم صحبت کنیم، ولی الان تماس گرفتم که نفهمیدم، یعنی روی خط آمدید یا نیومدید؟ نه، نتونستم، موفق نشدم. ها، بس واقعا تلفن کرده بودید. نصب کنید. پس ما با هم هیچ وقت حرف نزدیم، درسته؟ نه، بله، بفرمایید. آقای دکتر، من نمیدونم، من دختر یک روحانی هستم توی ایران، البته الان اروپا هستم و نمیخوام چیز کنم، ولی خب پدر من یکی از روحانیونی هست که تقریبا میشه گفت کاری به دولت نداره، ولی فکرای تقریبا میشه گفت طالبانی و یا همچین حالتهایی داره، یعنی حتی میگه توی ایرانم اسلام رو درست انجام نمیدن. آقای دکتر، من از 9 سالگی، البته از 6 سالگی باید همیشه روسری و چادر با کش و سنجاق سر و اینا به سرم میبستن و من همیشه این چیزها برای من خیلی دست و پاگیر بود، برای اینکه دوست داشتم بازی کنم و از 9 سالگی هم باید نماز میخوندم، روزه میگرفتم. بچه اول خانواده هستم، از 4 تا بچه. خواهر بعدی من 5 سال از من کوچیکتره، برادرم 8 سال از من کوچیکتره و خواهر آخری من 13 سال از من کوچیکتره. میدونید الان من چرا شما با فاصله این چنینی مثلا با بعدی اومده؟ معمولا افرادی با یه ویژگی های روانی خاص دلشون میخواد بچه هاشون پشت سر هم بیان و این کار رو تموم کنه، چرا اینقدر؟ دلیلش چی بوده میدونید؟ این چیزی که من بعدها فهمیدم که مادرم پدرم رو دوست نداشته و همیشه به فکر این بوده که یه جوری جدا بشه و بعد از 5 سال که من 5 سالم بوده، با اصرار خانواده مادرم که نه تو نباید جدا بشی، باید با شوهرت بمونی و فلان، بعد از 5 سال مادرم تصمیم میگیره که خواهرم رو حامله بشه. حالا یه پرسش، یه لحظه، نه، اونش بقیهش مهم نیست. یه پرسش دارم، اگر اون بعد از 3-4 سال بعد از ازدواج و یا آمدن شما، من از مادر شما پرسیدم یه دلیل اصلی که میخوای از شوهر جدا بشی چیه، یا یک یا دو دلیل، فکر کنید مادر شما اون موقع چی میگفت؟ من فکر میکنم مادرم میگفت این اون مردی نیست که من میخواستم، پدرم منو مجبور کرده که با این ازدواج کنم. نه، اونو متوجه. نه، ولی عیب و ایراد پدر شما از نظر مادر چه بود که میخواستن جدا بشن؟ پدر من به خودش نمیرسه، خب به هر حال هفته یک بار دوش میگیره، البته الان مادر منم همین حالتی هست از زمانی که من یادم میاد، هفته یک بار مثلا دوش میگیره و حتی ما اگه مثلا یه روز در میون، من زمانی که با خانوادم زندگی میکردم یه روز در میون باید حمام میکردم، مادر من انقدر با من دعوا میکرد و حتی گاهی اوقات به کتک کاری میرسید که من دوش نگیرم. چرا من یه روز در میون، مثلا میگفتم مامان من مدرسه میرم، معلم بهداشتمون موهای ما رو نگاه میکنه، بعد موهای من چربه، معلم بهداشتمون هم منو از توی کلاس، از توی میزم میاره بیرون و جلوی همه بچه ها میگه که ببینین مثلا فلانی انقدر موهاش کثیفه، انقدر چربه، نمیدونم، باید با مادرش صحبت کنیم. و مادر منو مدرسه میخواست که چرا بچه شما انقدر موهاش چربه و کثیفه، و بعد مادرم میگفت به خدا 4-5 روز پیش همون بوده، من نمیدونم چرا این اینجوریه. یعنی واقعا مادر شما اینقدر کمدان و نادان بودن؟ مادر من خودش بچه اول یه خانواده است که پدرش یه کشاورز بوده و تقریبا 8 تا 9 تا بچه بودن که از این 9 تا بچه 6 تا موندن و مادر من خب من فقط خواستم شاید یه چیز خاص باشه. شما فرمودید خودتون چند سالتونه؟
من الان 44 سالمه. و چی خوندید و چه می کردید در ایران؟ چه مدتی سفرن اومدید اروپا؟ من الان از 2015 اومدم. من به یه سمینار مال سرطان روده توی اروپا دعوت شدم از طرف کاری. حالا اونم یه ماجرای دیگه است و به خاطر اون دعوتنامه اومدم و خب از همکارام خیلی یواشکی جدا شدم و یعنی میشه گفت فرار کردم. اون کشوری که به ما ویزا داده بود و من نموندم و خیلی مخفیانه و خیلی سریع خودم رو رسوندم به کشور بعدی و اینجا تقاضای پناهندگی کردم و خب به خاطر شرایطی که من داشتم و گفتم که حالا زندگی من چی بوده و بر من چی گذشته حتی توی محیط کاری که بودم خیلی سریع پناهندگی من رو قبول کردن و من اونو متوجه. اگر اشکالی نداره میشه من بگید رشتتون در کارتون در ایران یا آخرین مدرک دانشگاهیتون چی بود؟ دکتر من لیسانس هستم توی رشته بیهوشی. بسیار اوکی تموم شد. خیلی خب از نظر ازدواج چی کردید؟ من 13 سالم بود با یه آقای ازدواج کردم که این آقا تقریبا 14 سال از من بزرگتر بودن به اصرار پدرم، چون من دوست داشتم درس بخونم و پدرم تا دوم راهنمایی بیشتر چیز نکرد که من درس بخونم. بعد من با این آقا ازدواج کردم و بهش گفتم که من دوست دارم درس بخونم و خب اونم به هر حال مخالفت کرد، ولی من اون زمان سوم راهنماییم رو توی دبیرستان بزرگسالان بدون اینکه کسی بفهمه خیلی یواشکی میرفتم، فقط توضیح داده بودم که من اجازه ندارم از خونه بیام بیرون، فقط با شوهرم میتونم بیام، لطفا فقط منو ثبت نام کنین. از مدرسه کتاب گرفته بودم و وقتایی که مثلا شوهرم خونه نبود میشستم میخوندم و سوم راهنماییمو گرفتم. اول دبیرستان من حامله شدم، توی حاملگی نشد که درس بخونم، ولی به محض اینکه بچه به دنیا اومد خب شوهر من کلن اصلا نبودش. بعد آقای دکتر بگم که از 10 سالگی من مورد تجاوز یکی از فامیلای نزدیکمون قرار گرفتم که وقتی به مادرم گفتم مادرم گفت که مقصر توی نه اون مرد. اون آدم چند سال از شما بزرگتر بود؟ اون همسن پدرم بود. و این یک دفعه اون همسن پدرم یک دفعه چند دفعه؟ نه خیلی نه، من از 10 سالگی تقریبا تا 13 سالگی من فکر میکنم هفته 3 بار تا 4 بار این اتفاق میافتاد و تقریبا به قول رساله امام خمینی که میگه تفخیص، همچین کاری با من میکرد و من همیشه از خودم بدم میومد، همیشه از خودم متنفر بودم بابت اینکه چرا مثلا این مرد با من این کارو میکنه. خب بقارن اون که ازدواجم کردید، یعنی این تموم شد با ازدواجتون؟ با ازدواجم تموم شد، بله با ازدواجم تموم شد. خب درستون رو بالاخره چجوری خوندید عزیز؟ من بچه‌ام که به دنیا اومد شوهرم لیسانس شیمی بود، بعد توی یه کارخونه کار میکرد که مثلا بعد از ظهر ساعت 1 گاهی وقتا میرفت سر کار تا 8 شب. بعد اون موقع من بچه رو ور میداشتم میرفتم دبیرستان بزرگسالان، بعد اونجا مثلا سر کلاس ریاضی و سر کلاس فیزیک فقط شرکت میکردم با اونم با بچه توی بغلم و اکثرا مدیر مدرسه رو بهش میگفتم من بچه رو شیر دادم خوابش برده، اگر که بیدار شد صدام بزنین من میام. بعد مدیر مدرسه میگفت من هیچ مسئولیتی در قبالش قبول نمی کنم. میگفتم نه اصلا مسئولیت نمیخواد، من شیر بهش دادم، جاشم عوض کردم، همه چیزش عالیه، من فقط برم سر کلاس ریاضی میشینم و برمیگردم. که یادم اون زمان برای هر کلاسی توی هر ترمی من باید 4000 تومان پول میدادم که این 4000 تومان رو اکثرا از خیلی چیزا میزدم و جمع میکردم تا بتونم این کلاس ها رو شرکت کنم و بتونم. بعد مثلا درس های زیست شناسی رو که مثلا باید خودم میخوندم و حفظ میکردم اونا رو کلاس ها رو شرکت نمیکردم
و خب مدرسه هم فقط پولشو میخواست. من 8000 تومن هر ترم میدادم بابت کلاس فیزیک و ریاضی و شیمی و حالا زیست شناسی و بقیه درس ها که حفظ کردنی بود رو خودم میخوندم. تا اینکه تقریبا پسر من 5 ساله شد و من دیپلم گرفتم. وقتی که دیپلم گرفتم با خودم گفتم خب انقدر صبر میکنم تا پسرم بخواد بره دبیرستان و با پسرم شروع میکنم درس خوندن که بخوام وارد دانشگاه بشم. ولی پسرم 10 ساله که شد شوهرم خیلی منو کتک میزد. به پدرم همیشه میگفتم که این منو کتک میزنه. حتی یه بار پدر من خونه ما بود که شوهرم خیلی به شدت منو کتک زد و پدرم اصلا حواسشو گذاشته بود روی تلویزیون و فقط به تلویزیون نگاه میکرد و اصلا توی اتاق اون که پدر من همونجا حضور داشت و این آقا منو کتک میزد پدر من اصلا نگاه نمیکرد. وقتی که شوهرم رفت گفتم بابا تو غیرت نداری، من دخترتم، این داشت منو میکشت. بعد پدرم برگشت گفت بابا جون زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، تو این با هم دیگه شب دوباره میرین تو اتاق با هم آشتی میکنین، من اگر که خودم رو دخالت میدادم فقط خودم رو کوچیک میکردم. بعد 2 دفعه دنده های من شکست، من الان یه طرف فکم دندون ندارم به خاطر اینکه شوهرم خیلی کتکم میزد. سر اینکه نمیدونم تو چرا به مادر من اینجوری گفتی، تو چرا مامانم تلفن کرده گوشی رو برداشتی، چرا دیر بهش سلام کردی، تو چرا به خانواده من احترام نمیذاری. و حتی یه بار جلوی خانواده خودم بهش گفتم که من طلاق میخوام و پدرم خیلی واضح جلوی اون برگشت گفت که اگر بخوای طلاق بگیری خونه من راهی نداری، ما راهت نمیدیم، تو با لباس سفید توی خونه این مرد اومدی، با کفنم میای بیرون. پسرم 10 سالش بود، خیلی شوهرم منو کتکم میزد سر کوچکترین قضیه. بارون از آسمون میومد مقصر من بودم، اگر که قضا داغ بود نه متوجه من بودم. نه بیاد داریم بیاد من متوجه هستم عزیز. آدم هایی که بیمارن دو دنبال بهانه میگردن، تازه وقتی خوب باشید هم دعوا میکنن غذای امروزت خیلی خوشمزه بود، چرا روزهای قبل به این خوشمزگی نبود، بازم کتک بخورید. اونو متوجه. پسر شما الان 28 سالشه، چند سالشه الان؟ پسر من الان 27 سالشه. فرزند دیگه داری یا نداری؟ نه فقط همین یه پسر رو دارم. و او کجاست؟ ایرانه؟ خیلی همه به هم ایرانه. آقا برگردیم سراغ پسرم که جان بگو از پسرم که 10 سالش بود، من دیگه خیلی واقعا از دنیا و همه چیز ناامید شدم. پدرش پسرمو بردش خونه مادرش اینا که گفت که تو پدر و مادر خودت قبولت ندارن، چجوری من قبولت داشته باشم که بچه منو تو بزرگ کنی. و بچه من رو از من جدا کرد برد خونه مادرش اینا. من به مادرش زنگ میزدم میگفتم که چون میخواست که مثلا پسر ما توی تهران بزرگ بشه، ما توی شهرستان بودیم، بعد به مادرش میگفتم اگر بشه من میخوام یک کلام با پسرم حرف بزنم. مادرش میگفت ببین تو فقط باید بشینی کنیزی پسر منو بکنی، پسرت داره اینجا بازی میکنه، اصلا هم یادش نمیاد که مادری مثل تو داره، تو برای چی زنگ میزنی اعصاب بچه رو بخوای بریزی به هم و یادش بیاری که چه جور مادری داره. بعد یه بار به شوهرم گفتم من خودم رو میکشم اگر که با بچه نذاره مادرت حرف بزنم. شوهرم هم برگشت گفت اگه این کارو بکنی من خیلی خوشحال میشم، هم پدر و مادرت از شرت راحت میشن، هم من از شرت راحت میشم، هم همه نفس راحت میکشن. آقای دکتر شوهرم از شهرستان آخر هفته میخواست بره تهران که خونه مادرش اینا، همیشه میرفت آخر هفته ها. بعد من بهش گفتم من این دفعه خودکشی میکنم. گفت امیدوارم که واقعا بکنی، چون واقعا منتظرم که ببینم که تو دیگه نیستی. برحال متوجه. ببینید عزیز، بذارید برسیم به یه جایی که شاید فایده داشته باشه بتونیم با هم حرفی بزنیم. نه شما من میخواید بگید شرایط سخت تق با یه آدم های خودخواه بیمار دست به همون. از چه طریق خواستید خودتون رو بکشید؟ من تقریبا یه چیزی حدود 100 تا 110 20 تا قرص ایمیپرامین، آمیتریپتیلین، آمپرازولام، فرقی نمیکنه اینا. به هر حال
قرص خوردید و راهی بیمارستان شدید و شما رو نجات دادن به هر حال. بله و دکتر نامه نوشت به دادگاه که این خانم دیگه نباید برگرده، خودکشیش واقعا یه خودکشی واقعی بوده، نه اینکه مثلا بخواد تظاهر به خودکشی کرده باشه. و با نامه بیمارستان من دیگه خونه شوهرم برنگشتم و خب خونه پدر و مادرم بودم و گفتم که، و تقریبا 2 ماه من اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم، چون اصلا برنامه من این نبود که بعد از خودکشی زنده بمونم. احساس میکردم که همه چیز دیگه. چه سنی بودید از ببین نمیرسیم به برنامه 26-27 سالم بود، بین 26-27 سالگی. خب وقت بعد و اون زمان نشستم برای اون که بودم. نه شما اون زمانی که اومدید خونه پدر، فرزندتون همچنان با پدرش و خانواده پدری بله. بود یا او رو به شما نهدن؟ بله. شما همچنان دور از پسرتون بودید. خب بریز بله. خلاصه اش کنید. چون که من خودکشی هم کرده بودم، دادگاه گفت که شما صلاحیت داشتن بچه رو ندارین به خاطر خودکشی. آیا طلاق هم گرفتید یا نگرفتید؟ بله، یک سال بعدش. اوکی، طلاق هم گرفتید و بنابراین رفتید. من آقای دکتر، من بعد از این قضیه خودکشیم خوب دانشگاه قبول شدم، بعد اول فوق دیپلم قبول شدم، خوب چون که 10 سال از دیپلم من گذشته بود، و بعد اومدم لیسانس قبول شدم و خب توی با سن من نمیشد توی بیمارستان دولتی کار کرد، توی بیمارستان خصوصی یه جا توی یه شهرستان دیگه کار پیدا کردم و کار میکردم. و اینکه توی 18 سالگی پسرم رو توی تهران پیدا کردم و موف کردم به طرف تهران. توی تهران توی یه بیمارستانی کار میکردم که توی اون بیمارستان رئیس من فهمید که من مطلقه هستم و خب برای هر قراردادی من باید خب تقریبا میشه گفت یه حالت تجاوز انجام میشد، ولی خب چون که من به اون کار احتیاج داشتم موندم و از طریق همون کار توی همون بیمارستان 3 تا دعوتنامه برای یک کنفرانس دریافت کرد از یکی از کشورهای اروپایی و من یکی از کسایی بودم که بیمارستان گفت که چون با رئیس بخشمون یه حالت رابطه سکسی داشتم تقریبا میشه گفت، به من گفت که من ببین انقدر برای تو ارزش قائلم که میخوام با این گروه تو رو بفرستم اروپا و توی یه کنفرانس شرکت کنی و مدرک اون کنفرانس رو داشته باشی. و خب من دیگه وقتی که اومدم اروپا دیگه بر نگشتم ایران و الان اینجا هم توی یه بیمارستان دارم کار میکنم. مشکل الان من آقای دکتر اینه که از خودم خیلی متنفرم، خیلی، یعنی هر وقت که جلوی آینه وای میستم اصلا گاهی اوقات اصلا دوست ندارم خودم رو ببینم. اینجا زیر نظر روانپزشک رفتم، تقریبا سه سال هست که زیر نظر روانپزشک هستم و سرترالین میخوردم و کوتیاپین و کلورپروتکسین. الان روانشناس روانپزشک من یه مقداری این داروها رو کم کرده، ولی من چیزی به روانپزشکم نگفتم که هنوز احتیاج به این داروها دارم، چون که نمیخوام بیشتر از این معتاد به این داروها باشم، چون خیلی تمرکزم رو کم میکنه. من توی کارم باید خیلی تمرکز داشته باشم به خاطر دوز دارویی که به بیمار میزنم و یک بار این اتفاق افتاد که من یه مقدار دوز بیشتری دارو به بیمار زدم فقط به خاطر اینکه نتونستم حساب کنم این توی 1 میلی لیتر چقدر میلی گرم دارو هست و اینا. به خاطر همین به روانپزشکم گفتم که من میخوام این داروها رو آروم آروم قطعش کنم و خب الان توی قطع داروها هستم. ولی بذارید من شما رو صبر کنیم بذارید من شما رو قطع. ببینید عزیز، شما با من یه نزدیک 20-25 دقیقه صحبت کردید، یه نظام ذهنی بسیار خوبی دارید، از نظر هوش و توانایی های دیگه هم کاملا برخوردارید و بعدم به هر حال الان اینجایید، من اینجا اشکال نمیدونم. تنها چیزی هم که تا به حال شما من گفتید اون قضاوت و نظری است که شما راجع به خودتون دارید که میشه راجع بهش صحبت کرد. اولا یک حاشیه‌ای برم بعد برمیگردیم.
هر کسی غیر از شما که این همه بلا سرش آمده بود، همین چیزی هم که شما الان دارید رو نداشت. یعنی این همه آسیب از چپ و راست، اونم در یک شرایطی بسیار سخت و سنگین، اونم در یک محیطی که با توجه به حرفایی که زدید تمام اصول اخلاقی و انسانی که سهله، حتی ارزش هایی که با اون تظاهر میکنن هم از هم پاشیده شده و ریخته، و شما فقط یک هدف داشتید و یک نیت و قصد که فقط زنده باشید. اصلا شما نمیخواستید حتی زندگی کنید یا خوب زندگی کنید، شما فقط میخواستید زنده باشید، و برای زنده بودن هر کسی دست به هر کاری میزنه. یعنی اگر شما فکر کنید به اندازه سر سوزن من شما رو مسئول و مقصر میدونم یا فکر میکنم باید در یه زمینه به گونه دیگری عمل میکردید، ابدا. یعنی شما به نظر من مهم این بوده که یه اصولی رو برای خودتون داشتید، آزادیتون بوده، یه دانایی که بتونه این آزادی رو معنیدار کنه، و به جزئیات دیگر هیچ توجه و اعتنایی نداشتید و گذاشتید هر چی که میخواد بشه بشه، و بعدم یه مسئولیتی حالا کم و بیش در ارتباط با پسرتون داشتید. اینی که متاسفم که بگم نگاهتون، نظرتون راجع به خودتون بسیار بیرحمان است، بسیار غیر عادلانه و منصفانه است. یعنی شما این کار رو اگر با هر کسی دیگه میکردید من شما رو سرزنش میکردم و حتی فکر میکردم هیچ نوع مهربانی که ندارید، هیچ نوع انصافی و خوبی هم ندارید. نکنید عزیز، شما یه قربانی هستید، شما یه کسی هستید که آمدن بدترین شکنجه ها رو نسبت به شما اعمال کردن، و شما الان شرمنده جیغی و فریادی که اصلا در اختیارتون نبوده زدید هستید. شما اینجا چه کاره اید که به خودتون یه چنین نگاهی بکنید و از خودتون خوشتون نیاد یا بدتون بیاد؟ اصلا این حق رو ندارید، این ظلم فاحشه. این درست پس که الان برید تو خیابون اگه کسی درس نخونده بکشیدش، بگید خب درس نخونده باید کشته بشه. من با اون فکر میکنم منصف و مهربان تر هستید تا کاری که دارید با خودتون میکنید. شما چه انتظار و توقعی دارید؟ شما چه انتظار و توقعی دارید که در یه چنین خانه‌ای با یه چنین ویژگی های روبرو بشید؟ اون بلایی که از 10 سالگی تا 13 سالگی سرتون میامده، اون ازدواج زوری که داشتید، اون خانواده‌ای که اینگونه به شما نگاه میکردن، اتفاقات بعدی که برای شما افتاده، محرومیتی که برای شما به عنوان یه دختر که به دنبال خوندن درس بوده رو کاملا به نوعی تثبیت کردن، و شما هزار تا مانور کردید که به اینجا برسید، بعد فکر کردید واقعا غم خوردن و کوشیدنتون بیهوده است، تصمیم گرفتید خودتون رو بکشید، برای که فکر کردید اصلا چیزی باقی نمونده و قصد خودکشی و رفتن داشتید، و به همجاست که اصلا به بعدش فکر نکردید، ولی همچنان از اون لجنزار مانند یک گل شکفتید عزیز. اون چیزی که شما هستید همینه که الان هستید، و اصلا این نگاه رو به خودتون نداشته باشید. شما تو این مرداب و گنداب و لجنزار رویدید، نیلوفر آبی که میگن شمایید عزیز، و بعدا چه نگاهی به خودتون دارید؟ نگاه میکنید به درخت نمیدونم بید و چنار که اونا اینقدر بلندند و من یک گل کوچکی وسط این لجنزار؟ من اصلا شما رو اینجوری نمیبینم. یعنی اصلا دلیل نداره عزیزم. یعنی رها کنید، من اگر بتونم شما رو از شر خودتون خلاص کنم حتما بیشترین کار رو کردم. شما قرار نیست به خودتون این گونه نگاه کنید. این شمایید با وجود همه بلاهایی که سرتون آمده، این شمایید که تونستید وسط این همه آسیب نفس کشیدن رو از یاد نبرید و زنده بمونید، و بعدم شما کاری علیه کسی دیگه نکردید، همه چیز علیه شما بوده. شما چه ظلمی، چه تجاوزی، چه بیدادی با کسی کردید که خودتون رو مسئول و مقصر میدید؟ این که گفتم قربانی بودید، این که له شدید، این که وقتی خون شما رو ریختن لباس اونا رو کثیف کردید، شما معذرت کثیف کردن لباس اون کسی که به شما چاقو زده و خون روی چاقوشه یا روی لباسش ریخته رو میخواید؟ که ببخشید من با خون کثیف خودم لباس تمیز شما رو ناپاک کردم؟ اصلا باور نمی کنم شما رو. حق ندارید این کار رو بکنید. مفتخر و سرفراز باشید از اینکه وسط این همه
کوره مذاب آتش تونستید مثل یک طلایی بدرخشید و بیرون بیاید عزیز. اصلا این گونه نگاه به خودتون رو نکنید، یعنی اصلا نمیتونید، حق ندارید. یعنی من از اصل شما عصبانی الان، یعنی این چه نگاهی است؟ شما انتظار داشتید چی بشید؟ شما انتظار داشتید شما رو بزنن توی آونی و استخون و گوشتای شما رو بکوبن، بعد شما بعد معذرت بخواید که ببخشید شکل آدم حسابی رو ندارن؟ راه کنید عزیز، همون جایی که هستید بمونید، گذشته رو خاک کنید. میدونم سخته، زندگیتون انقدر با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و رفتار بد که فعلا فقط علیه خودتون ازتون سر نزنید. هر کاری که میتونید برای پسرتون بکنید، برای اینکه پسر شماست، این تنها دارایی است که شما به اعتبار دارید، در حدی که میتونید، در حدی که او میتونه باشه، و گذشته رو خاک کنید و پشت سر بذارید. اصلا من اگر جای شما بودم، حتی اسمم و فامیلم و همه رو عوض میکردم، اصلا میرفتم میگفتم من یک کس دیگه هستم، اگه مال این شهرستان ایران هستید یا ایران دارم. هر جا هستید مال یه جای دیگه هستم، اگر نمیدونم خواهر و برادر دارم، اینا رو ندارم. و رها کنید خودتون عزیز. نه من اصلا باهاشون ارتباطی ندارم. میدونم عزیز، ولی میخوام، نه آخه اشکال این که هنوز تو مغز شما همه اینا هست عزیز. من میخوام شما فاصله جغرافیایی گرفتید، فاصله روانی رو هم بگیرید. و بعدم من فقط مسئله این احساس، برای من مشکله. نه دیگه، یه کسی، یه خانم روانشناس خوب مهربونی پیدا کنید که دانش رو داشته باشه. آقای دکتر، من با یه خانم روانشناس، البته ایشون توی ایران هستند، یه بار صحبت کرد، یعنی چندین ماهه که ما داریم با هم مشاوره میکنیم. ایشون یک بار به من پیشنهادی دادن، گفتن من بشینم و یک سناریو توی ذهنم بسازم که من توی یک کاخی هستم و یک لباس مفتخر، خیلی لباس خیلی گران قیمت، و این کاخ بسیار چیزه، و هر کدوم از کسایی که من ازشون ناراحتی دارم رو توی ذهنم تجسم کنم که اینا رو یکی یکی میارم و با شلاق آهنین نمیدونم خیلی دردناک اینها رو میزنم تا جایی که خون حتی توی ذهنم مثلا میپاشه و انتقام اون چیزی که توی ذهنم نه. هست رو. اون خانم روانشناس خودش یه خانم روانشناس آسیب خورده ای عزیزم، اصلا با خون نمیشه خونش هست، اصلا فراموشش کنید. میفهمم ایشون هم خودش معلومه بانوی عزیز و ارجمند آگاهی هستن، ولی تمام زخم ها رو من رو بدنشون میتونم ببینم. با خون نمیشه خونو شست عزیز، با آب میشه خونو شست. اصلا شما بیاد اول با خودتون صبر کنید، شما بیاد با خودتون مهربون باشید، گذشتم خاک میشه میره عزیز. با خودتون مهربون بودن یعنی گذشته رو خواهی. اصلا من اون نیستم. چرا من گفتم حتی اسمتون رو، فامیلتون رو، نه به خاطر اینکه ارتباطتون رو قطع کنید، بلکه اصلا بدونید یه کس دیگه هستی. اصلا یه اسم مثل اسم هنری که آدم ها میگیرن، شما یه اسمی برای خودتون بگیرید، در یه جایی هستید شبکه دوستاتون بگید، حتی به اون اسم شما رو صدا کنید، که اصلا اون نام گذشته که با خودتون. مشکل من همینه که اصلا با هیچ کس ارتباطی ندارم. نه خب اشتباه است. همکارای سرکار. خیلی خب، برای که عزیز من. نمیتونم. نه به من نگید نمیتونم. نمیخواید، برای که دختر بدی هستی. برای که خیلی دختر بدی هستی. برای که خانم بدی هستی، اینقدر با خودتون بدی میکنید. شما حق ندارید عزیز. من میخوام ببینم که یک کسی یک دهم آسیب شما رو ببینه هنوز بتونه اینجوری حرف بزنه و اینجوری استدلال کنه. یک دهم آسیب شما رو ببینه هنوز وجودش از هم متلاشی نشده باشه، وجودش گندیده نشده باشه. شما صحیح و سالمید عزیز، شما قرار یک کسی دیگه باشید. و بعد هم حالا بیاد یه زندگی بکنید که خوب و درسته، زندگی بکنید که خوب و درست برای دیگران میدونید، شایسته و لایق دیگرانه، ولی یه مدتی عطاشو در بیاری. این که گذشته رو به خاطر بیاری. یه موردی که هستش، من توی این مدت 5-6 سالی که اینجا هستم با دو تا آقا آشنا شدم که از همه لحاظ احساس میکردم که شرایط خوبی دارم، ولی هر دو به من گفتن که عاشق ما من نشو، اصلا روی من هیچ حسابی نکن و این رابطه ما فقط یه رابطه جنسیه و اصلا هیچ آینده‌ای توی این رابطه نیست. خیلی خوب، منم دیگه خودم رو کشیدم. نه ببینید، نه آخه باز رفتی، حساب کنید. من اصلا نمیخوام در نظام باورها و احساسات شما دخالت کنم،
ولی برخی از اوقات یه همچه چیزی هیچ عیب و ایرادی از نظر من نداره، برای که شما عزیزم حالت عادی ندارید. و بعدم اصلا چرا فکر میکنید یه آدمی حتما باید به شما علاقمند بشه در یه مجموعه ای، در یه مجموعه که شما خودتون یه چیزی درست کردید در ذهن خودتون که اصلا دوست داشتنی نیستید. اشکال کار شمایید. علاوه من بذارید به شما اینو بگم، شما از 100 تا دختر خانم که هر کدام 5 تا از این در روابط داشتن که میشن 500 تا، بپرسید 450 تاشون میگن هدفشون این بود که با ما رابطه جنسی داشته باشن. شما چرا تعجب میکنید؟ اصلا چرا بهتون بر میخوره؟ اینا یه مقدار واقعیت هاست، اونم مثلا وقتی شما تو اروپایی، اونم تو اروپایی که ای بسا همونطور که برخی از آدم ها تو با یه کسی گفتگو میکنن یا حرف میزنن یا به هر حال با هم میرن نهار و شام میخورن، تو اروپا بسیاری از آدم ها همین گونه میرن با یه کسی همخوابه میشن. شما من میگید که من دلم میخواد یه کسی باشه که من رو بخواد و همه چیز رو بخواد و کنار من باشه و بلند مدتش حساب کنم، کاملا حرفتون درسته و خیلی هم خوبه، ولی اون آدم ای بسا از 20 تا آدمی که باش روبرو میشید 19 تاش اون آدم نیست. باید اون آدمه پیدا بشه. اشکال کار من شمایید، اشکال کار من شمایید که این رو پراجکت میکنید، فرافکنی میکنید، حال بد خودتون رو بقیه میندازید، میگید من بدم. شما اگر یه ذره ولتون کنم آخر کار شروع میکنید به خودتون انتقاد کردن و اعتراض کردن. نه عزیزم، اشکال کار شمایید. و بعدم اصلا این مسئله عجب و غریب نیست، مثل اینمونی که من در ایران سر کلاس درس میدادم شاگردها خیلی لیبلالای من میذاشتن، علتش بود که نمره میخواست، نه منو دوست داشت، نه منو اون گونه میدید، نه میخواست که درس بخونه، نمره میخواست. خب من باید بهم بر بخوره که یک کسی آمده میگه استاد شما نمیدم فلانید بهمانید برای که خرم کنه نمره بگیره؟ خب میدونم اینه که میفهمم. بنابراین برای چی برخورد دیگران رو، برداشت دیگران اینقدر مهم؟ جانم بفرمایید. آقای دکتر، یه چیزی که توی ذهن من هست وقتی که با این دو آدم مواجه شدم، همش توی ذهنم میگم که پس نکنه که من واقعا مستحق اون کتکای شوهرم بودم، من باید باهاش میموندم و شاید مشکل از من بوده، شاید همه وقتی که یه آدمی یکی یه آدمی اینقدر غیر واقعی و بیرحم و بیانصاف و خیلی دلم میخواد لغت های دیگه هم بهتون میگم نسبت به خودش، من چه کارتون کنم؟ من نمیفهمم از کی تا حالا شما مثل که اصلا عرایز من براتون معنایی نداشت. عزیز من اگر یک کسی به من خنجر زد، چاقو زد، خون من ریخت رو لباسش، واقعا من مقصر کثیف کردن لباس اونا هستم؟ شما چی دارید میگید؟ شما چی با چی مقایسه میکنید؟ شما برز من توجه کردید، گفتم شما 100 تا دختر شما نیدید، من که با هزارانشون روبرو بودم، شما به 100 تا به 5 تاشو برسید امتحان کنید همینجوری به صورت تصادفی، بگید وقتی اومدن سراغ شما، اگر هر کدوم که حتما ای سنشون اونوره 30 سال باشه، حداقل 10 نفر رفتن سراغشون، چند تاشون واقعا یا گفتن یا میخواستن یا در عمل دیدید فقط به جهت ایجاد ارتباط جنسی با شما بودن؟ اگر رفعه گفتن 95%شون، وقت چی میگید؟ بنابراین اصلا به شما چه مربوطه؟ بعدم شما چرا رفتار دیگران رو ملاک قرار میدید عزیز؟ از اونا گذشته اصلا شما وارد چه بحثی دارید میشید؟ شما اومدید تو اروپا، اومدید توی کشوری که مثلا رابطه جنسی به یک باره یک موضوع عجیب و غریبی نیست، یعنی یه درخواست عجیب و غریب نیست. شما از 10 تا دختری که تو هر کشوری که هستید بپرسید که اگر مثلا 2 دفعه 3 دفعه با کسی رفتید بیرون و خوشتون آمد، حتی همون شب اول چه میکنید؟ به شما میگن ما انتخاب میکنیم، شما چرا منتظرید انتخابتون کنن؟ شما این دلتون میخواد کسی رو انتخاب کنید برای هر چیزی، هر چیزی که احساس شما و باور شماست. گفتم من اصلا نمیخوام در اون تأثیری و یا تغییری رو به وجود بیارم، ولی اینکه شما انتظار دارید همه باید من رو خوب بدونن در حالی که من خودم رو خوب نمیدونم. عزیز مشکل من شمایی، مسئله اصلا این چیزیست که از شما بیرون میاد، به قول من از کوزه همان برون تراوت که در روز، شما این احساس بد را دارید میفرستید بیرون و اینو به حساب اونا میذارید. بیرحمی شما تازه نسبت به خودتون تنها نیست، نسبت به دیگرانه که فکر باید اونا یه عیب و ایرادایی دارن یا یه موجودات بدی. اصلا نه، یه مردیست در اروپا چه ایرانی چه غیر ایرانی که با یه دختر خانمی روبرو میشه، بعد خودش با توجه به سن خودش، شرایط خودش و شما به این نتیجه میرسه که من یه خانمی رو باش آشنا شدم 44 سالشه، دختر پسر 27 ساله داره، از ایران آمده اینجا، تازه آمده،
من از به من توجهی کرد، به من علامتی نشون داد، از من خوشش آمده، منم از او خوشم میاد، پس بریم با هم رابطه ای که او میخواد و من میخوام و هر دو راضی هستیم و زور و فشاری هم درش نیست رو داشته باشیم. شما چرا بهتون بر میخوره؟ اصلا چه معنایی داره؟ آدم ها امروز بیرن تو مغازه میگن این کالا چقدره، میگه 100,000 تومن، میگه به من چقدر میدی؟ یعنی یه جوری ما رو دوست خودت بدون، به جای 100,000 تومن 90,000 تومن بگیر. این عیب و ایرادش کجاست؟ آدم ها که قرار نیست دنبال منفعتی که دیگه بدون، این شما اید که دارید به دنبال ضرر خودتون میدوید. نگاهتون رو عوض کنید عزیز، این شما اید. این که عرض میکنم شما خوبید، خیلی هم خوبید، بنابراین خوبی خودتون رو مبنا قرار بدید. شما تا به حال همه چیز بهتون تحمیل شده، همه شما رو انتخاب کردن، همه به شما گفتن چه بکن چه نکن. بیاد از این به بعد شما انتخاب کنید، شما ببینید از یه مردی خوشتون میاد یا نه، به چه نیت و هدفی دارید. حتی اگر دلتون میخواد نیت بلند مدت داشته باشید، برید سراغش ببینید میتونید یه کاری بکنید، ولی نخواستن اون رو به حساب خودتون نگذارید. چرا بارها من عرض کردم اگر یه زنی یه مردی هستید که 10 دفعه 5 دفعه دیگران گفتن نه به شما، معناش این نیست که اونا خوبن یا شما بدید یا عیب و ایرادی در کاره، به هم نمیخورید عزیز. شما میرید یه وسیله میخرید برای ماشین خودتون، این به درد 1,000 نوع دیگر ماشینی که تو بازاره نمیخوره. ماجرای خواستن و نخواستن ماجرای خوب و بد و درست و غلط نیست، تناسبه. آدم ها به شما نگاه میکنن با توجه به وضعیتی که دارید، هدفهایی تو ذهنشون دارن، پیشنهاد میکنن. شما قرار نیست بهتون بر بخوره. چرا یه نفر نمیاد به فاصل اول باش، همون روز اول پدر مادرش رو بفرسته بیاد خواستگاری؟ حالتون خوبه شما؟ نه آقای دکتر، من اصلا حقیقتش من اصلا دیگه به فکر اینکه ازدواج و من نمیگم نه بازی در نیاری، نه به فکر ازدواج نیستید اصلا، قبول. چرا به فکر یه رابطه بلند مدتی است که شما رو مثلا به خاطر چی بخوان؟ عقلتون بخوان، هوشتون بخوان، به خاطر مثلا کبدتون میخوان، کلیتتون میخوان؟ خب باید به خاطر هرچی هستید بخوان. اونا اومدن به چه دلیل اومدن؟ نیومدن کالا بخرن، نیومدن شما رو به عنوان مادرشون یا دخترشون انتخاب کنن عزیز. اونا یه مردی هستن که شما رو دیدن شما بهشون توجه میکنید، اونا به شما متوجه شدن، خواستن با شما باشن. بهتون خیلی مشخص گفتن، آدمای اتفاقا صمیمی و صادقی هستن که بابا جان من هدف بلند مدتی ندارم، رابطه ما به جایی نمیرسه، تا زمانی که تو راضی و خوشحالی و من خوشحال و راضی هم با هم میمونیم، روزی هم که یکیمون ناراضی هستیم و خوشحال نیستیم میریم دنبال کارمون. امروز شما در یه ایالتی مانند کالیفرنیا در امریکا بهش میگن نو فالت دیورس، یعنی زن و شوهر با هم توافق میکنن با هم هستن، روزی که یک نفرشون تصمیم گرفت که نمیخوام با دیگری باشم، هیچ احتیاج به هیچ دلیلی نداره. شما اگر برید تو دادگاه به شما بگن خانم یا آقای محترم چرا میخواید جدا بشید، هرگز ازتون نمیپرسن. و اگر شما بگید آقای قاضی، خانم قاضی، من میخوام بگم چرا میخوام جدا بشم، میگم اصلا من میخوام بشنوم. میخوای بمونی بمون، میخوای بری من اون حکم طلاق رو صادر میکنم. هیچ احتیاج نداره شما دلیل بیارید برای طلاق در ازدواجی که 5 تا بچه توشه. قاضی و حکم در قانون یک کشوری برمیگرده یا ایالتی میگه که تو وقتی که با توافق خودت ازدواج کردی با توافق خودم جدا میشی. شما آمدید توی دنیایی که الان اونجا بدونی که ازدواج بکنید، اصلا بحث ازدواج هم نیست، به شما میگن خانم عزیز میخوای با این آقا دوست باشی در این وضعیت و این شرایط؟ شما میگید بله. اگر نه بعدم من دارم به شما میگم شما انتخاب کنید. شما بذارید یه مردی نخواد شما رو برید دنبالش به دستش بیارید که نشون بدید شما هم کسی هستید که هستید، تا اینکه باز منتظر بشینید از یه کسی خوشتون بیاد یا اون علائم اولیه رو ببینید، به حساب خودتون اشتباه کنید، برید سراغشون بگید ببینید من به دنبال برنامه بلند مدت و یا رابطه نیستم. خیلی خوب نیست آدمی به این صادقی رو که من حتما ترجیح میدم به اون حقه بازان شیادی که از آغاز میان میگن من عاشقتم، مادر من پشت دره برای خواستگاری، بعد معلوم میشه که اصلا مادر ندارند. بنابراین بله. شما خودتون رو قبول کنید، بقیه قبولتون میکنن. هر وقت دیگه دلتون خواست بیاد روی خط با هم صحبت کنیم. خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خوشحالم که هنوز آدما میتونن این چنین بتونن روی پای خودشون بایستن و با این همه شکستن دست و پاشون هر جور شده خودشون رو به یه جایی رسوندن.
مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باتون صحبت کردم ممنونم آقای و دکتر. من به آخر ممنون، وقتم منم رسیدم، ولی دلم میخواست بیشتر باتون حرف بزنم. به هر حال براتون از این به بعد انصاف و مهربونی نسبت به خودتون رو میخوام. من هیچی از شما نمیخوام، ممنونم انصاف و مهربونی به خودتون. خدا نگهدارتون. ممنون آقای دکتر، خدا نگهدار شما.